سلام برادر خاره ی عزیز میلاد مسیح به شما هم تبریک میگم و همینطور هم طرف ما و نسلی میخوایم از تک تک شما هم تشکر کنیم برای کسانی که الان تو خونه ها هستن برای پیامایی که فرستادین و میلاد مسیح رو تبریک گفتین دیروز اونقدر دیشب اونقدر گوشی من گرم شده بود اونقدر پیامایی بود گفتن هم باید بشینم اونجا یه دو ساعت باید به همه جواب بدم به این خاطر کم و پیش ما من این کار رو انجام دادم فقط تشکر میکنم کسانیم که خونه هستن و این تبریک رو گفتم به ما تشکر میکنیم و همیتونم برای شما هم این آرزو میکنیم بیا تبریک میگیم میلاد ایسای مسیح هر چقدر هر سال ما اینجا جمع میشیم در مورد تولد ایسای مسیح میلاد عیسی مسیح جو هم جشن میگیریم برای ما میدونیم که هر روز برای ما عیسی مسیح یه جشنی هست چون زمانی که ما باور میکنیم عیسی مسیح که در زندگی ما هست فقط باید میدونیم که همینطورم هم از زمانی که مولود شده به دنیا آمده این راهش بود که ما ایمان رو بردیم به عیسی مسیح نجات پیدا کرده فقط امروز مخصوصا تمرکز میکنیم به این وعده هایی هم که خداوند داده و همینطورم هم کم و پیش خدا حتی به ما ایمان دارن با ما هم صحبت میکنی چیزایی هست که فراموش کردیم چیزایی هست که از یادمون رفته و همینطور شاید درگیر مشکلایی هستیم و نام عیسی مسیح رو صدا میکنیم فقط احساس میکنیم یه جوری یا احساس حضورش نمی و امروز خداوند میخواد به تک تک ما هم, هم همینطور که ما ایماندار هستیم دوباره یه یا یا یاداوری بکنه و همینطور هم کسانی هم که اینجا هستن شاید پشت دوربین پشت یا دوربین در خونه های خودتون شاید به عیسی مسیح ایمان نیاوردین در حال فکر کردن هستین و جستجو میکنین بعد امیدوار هستم خدا هم همینطور به وسیله روح القدس این مطلب رو برای تک تک شما هم باز کنه و کسانی که الان اینجا هستن به عیسی مسیح ایمان نآوردن ما میخوایم قسمت هایی از کتاب مقدس بخونیم و شاید دقت کردین زمانی که کتاب مقدس رو میخونین بعد از یه مدت شاید مثلا دو سال سه سال چهار سال یهو یه یک آیه که حتی من از حفظ هم بلد هستی یهو یه میخونی یهو یه چیزایی برای شما باز میشه و یه مثل این که اصلا مثلا این کلام رو این آیه رو نخوندین نه اینطوری هست یا نه و به این خاطر امیدوار هستم هم و باور میکنم که خدا امروز هم پیامایی برای شما داره شاید یه کلامی باشه یک کلام میتونه باشه فقط این کلام قدرت داره زندگی تو رو عوض کنه دید تو رو عوض کنه و همینطور از نگرانی ها سردرگمی ها بیرون بیاره در متا باب یک آیه 21 میخونم و اینجا فرشته خدا میاد و به مریم اینجا میگه فرشته به دو گفت تو پسر پسری خواهید زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد زیرا که او امت خویش را از گناهانشون گناهانشون خواهد رهانید پس اینجا اولین چیزی که الان میبینید که این فرشته که بهش گفت این معمولیت ایسا رو اونجا داد گفته تو یه پسری خواهید زایید و آخرش هدف این به دنیا آمدن ایسا نجات انسان نجات الان قوم اسرائیل و ما میدونیم که بعد از اینم هم همینطور این نجات وارد تمام دنیا شد و میگه که برحال عیسی خواهید نهاد یعنی اسمش رو خدا گفته که باید عیسی باشه و همینطور هم ادامه میده در آیه 23 و میگه که اینک باکره یعنی یک وعده‌ای هست که پیشگویی بود که در اشاره نبی باب هفت آیه 14 گذاشته بود که اونجا اشاره میکنه و میگه که اینک باکره آبستن شده پسر خواهید زاید پسری خواهد زایید و نام او را ایمانویل خدا خواهد خواند که تفسیرش اینه که خدا با ما پس قسمت اول اینجا میبینیم که اول میگه که عیسی مسیح که مسیح هم به زبان عبری میشه که خدا نجات یعنی خدا میگه که الان این پسری که خواهد زایید خدایی هست که نجات اسمش نجات و هم زمان هم اینجا میبینیم که یه اسمی دیگه هم گذاشته شده ایمانویل که خدا با ما یعنی اشاره میخواد بکنه در عهد عط عتیق و همینطورم در عهد جدید که اون کسی که خواهد آمد نه فقط نجات دهنده هست بلکه خدایی هست که با توست یعنی با ماست خدایی هست که با توست ضد تو نیست علیه تو نیست بلکه با توست چقدر زیباست نه؟ که خدا اینطوری میخواد خودش رو معرفی کنه چون میدونه می که نیازی که ما داریم خدایی هست که نه در آسمونه و من در این دنیا و من فقط یک طرف اونجا دعا میکنم و همینطورم حال دعای شخصی خودم میکنم بلکه خدایی هست که دوست داره با ما باشه ضد تو نیست این بار اول بود همینطوری موعظه رو که آماده میکردم یهو این چیزی که آمد خدا با توست یعنی با منه علیه من نیز ضد من نیست. یه کسی نیست که مقاومت کنه بلکه یک کسی هست که آمده پیش من کنار من باشه و به من تشویق کنه که من هستم و همینطور همینطوری که فکر میکردم توی زندگی خودم نگاه کردم که چقدر عالی چقدر زیبا زمانی که من یک دوستی داشته باشم یک برادری داشته باشم یا یک رئیسی که یک کسی که قدرت داره اقتدار داره یا حتی پدر داشته باشم که واقعا میتونه آل که آلبرت ببین من با تو هستم خیالت راحت باشه نه ترس من با تو هستم چقدر امنیت به ما میبخشه نه؟ از این که مثلا میبینم یه کسی هست که دائما دنبال اینه یه چیزهایی پیدا کنه یک یک, یک،, یک مشکلی یا یک بعدی یا گناهی در من پیدا کنه که علیه من بیسه بلکه اینجا میگه که من خدایی هستم که اسمم ایمانویله با تو من با تو هستم قسمتی دیگه هم که میبینیم که در لوقا با به یک آیه سی تا سی و سه نوشته اینجا یکم بیشتر این خدایی که خواهد آمد این مسیح که خواهد آمد یکم بیشتر توضیح میده و اینجا میگه که فرشته به او گفت ای مریم ترسان ما باش زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را ایسا خواهی نامید و از این الان یک هم دیشتر باز میکنه و بگه او بزرگ خواهد بود و پسر خدا خدای متعال خانده خواهد شد و خداوند خدا تخت پدر داوود و را به وی عطا خواهد فرمود و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود چه چی چیزای عالی قبل از اینجا خوندیم که خدایی هست که یک ایمانویلی خدا با ما خدا میفرسه و دومی نشینه میگه که این خدایی که با توست او بزرگ خواهد شد بزرگ خواهد بود پسر خدای متعال خوانده خواهد شد و پادشاه خواهد شد و پادشاهیش پایانی نداره متوجه شدین؟ اون خدایی هست که الان ما امروز هم جشن میگیریم اون عیسی مسیح تولد عیسی مسیح که او امانوئل شد برای ما قدرتش بی نهایته و همینطوره یه خدایی هست که بزرگه و عظمتش قدرتش و اوست که به تو میگه که من امانوئل هستم برای تو خدا با توست و بعضی وقت هست که ما برای ما عادت شده حتی اسم عیسی مسیح زمانی که مثلا ما دعا میکنیم ای عیسی مسیح خواهش میکنم در این قسمت کمک کن و بعضی وقت هست که تو مشکلهایی قرار میگیریم و احساس احساس نزدیکی خدا رو نمی کنیم و چون نام عیسی مسیح نمیخوام بگم لوس شده در, در زبان ما بلکه اینطوری توضیح رو میگیم که عیسی مسیح نجات دهنده است فقط زمانی که ما همون عیسی مسیح اسمشم هم کسب میگه اعلام میکنیم و میگیم ایمانوئل ایمانوئل که خدا با منه زمانی که او رو صدا میکنم میگم ایمانوئل زمانی که میگم ایمانوئل یعنی خدا با من یک چیز فضایی مثل فضای دیگه باز میکنم چون اسمش زمانی میگم ایمانویل یعنی خدا با منه ضد من نیست علیه من نیست من میتونم روی ایمانوئل حساب کنم و این ایمانوئل که نگاه میکنیم اون ایسای مسیح در عهد میبینیم که اونجا پیشگوهایی که شده خدایی نیست که الان برای تو کمک بفرسه یا فرشته های بفرسته یا چیزهای بفرسته که به تو کمک کنه خود خداست که خود ایمانویله که کنار ما هست و روی او میتونین حساب کنی در اشعای نبی باب 63 آیه 8 و 9 اونجا اشاره کرده و میگه که و به همین دلیل آنها را از تمام درد و رنجشون نجات داده نه نه پیام رسان و نه یا به وسیله پیام رسان و نه از فرشتگان بلکه خود خداوند بود که آنها را نجات داد محبت و رحمتش به آنها خلاصی بخشید همانطور که در گذشته همچنین نگهدار آنها بوده است یعنی اینجا میخواد اشاره کنه که میگه که ببین من الان یک کسی رو نمیفرستم که تو رو نجات بده من خودم من هستم که مستقیم میام و تو رو نجات بدم تفاوتش اینه که زمانی که خدا بالاست و ما اینجا هستیم خدا فرشته هایی میفرسه اوکی خدا به ما میتونه کمک کنه در طریق فرشته فقط اینجا محبت رحمت او رو میفهمیم که زمانی که خدا ایمانوئل شد یعنی میگه من مستقیم میام و من مستقیم کنار تو هستم من مستقیم تو رو نجات خواهم داد و من کنار تو خواهم بود و تو میتونی روی من حساب کنی چون اسم من ایمانویله آرزو من اینه که برای خودم و برای شما هم اینطور از این جلسه که امروز برمیگردین یا کسانی که خونه هستین بدونین که این ایمانوئل الان کنار شماست چون زمانی که اسمش این خدا میگه که خدا با ماست پس میتونین حساب کنیم که خدا دروغ نمیگه بلکه خدا واقعا همون خونه های شماست همین زمانی که از اینجا بری خونه تو اوبان نشستی میری خونه خدا ایمانوئل کنار توست و تو رو هدایت میکنه پس اینجا می نگاه میکنی. که زمانی که خدا میگه که اسمش معرفی میکنه ایمانوئل قبل از این گفتیم عیسی یا مسیح نجات دهنده الان یکم صمیمیرتر شده یه نجات دهنده میاد تو رو نجات بده و برگرده فقط زمانی که اسمش ایمانوئل پس خدا با توست پس اینجا میبینی که مربوط به یک مشارکتی هست و مشارکت صمیمانه آمن درسته یا نه ایمانوئل خدا با ما و روی او میتونی حساب کنیم به این خاطر زمانی که خودش اینطوری معرفی میکنه که ایمانوئل اینجا دیگه ربطی به یک رابطه هست که خداوند میخواد با ما داشته باشه یک رابطه سمیمانه یک رابطه که خدا میخواد با تو زندگی کنه خدا میخواد ایمانویل نشانه اینه که میگه که من میخوام تو, تو اه اه من خودم مورد تجربه باشم من میخوام طوری با تو زندگی کنم که منو تجربه کنی نه حتی اونقدر اینطوری که حتی نفس منو درک کنی اینطوری خدا میخواد ایمانوئل برای ما باشه در زندگی روزمره ما در مشکلات، در فشارها، در های زندگی هر جایی که ما قرار گرفتیم حتی در زمانهایی که وارد آتش میشیم آتشانی این آتشان این دنیا میشیم زمانی که تو این کرونا ها قرار میگیریم زمانی که ما نمیتونیم اینجا جمع بشیم زمانی همه تک تک جمع شدن تو خونه های خودشون یا اینجاست که خدا من همینطوره میخواد بگه من ایمانوئل هستم هر جایی که الان هستین ایمانوئل با خدا با ماست و هر توی هر مشکلهایی که قرار بگیری من اونجا هستم آتش های این دنیا من تو آتش هستم من خدای هستم که از آتش ها عبور کردم به این خاطر در آتشم اینجا هستم من شفای تو هستم من همینطور تسلی دهنده تو هستم این ایمانوئل کنار ماست و زمانی که نگاه میکنیم تو عتیق اینجا در اشای نبی باب 43 آیه 2 و 5 تا 2 تا 5 اینجا هم الان خیلی جاهایی هست که در مورد این نزدیک بودن عیسی مسیح یا در عهد عط یهوه بود که خودش اونجا معرفی میکرد و اینجا میبینیم که در اشانه به باب چلوسه اینجا سرود ها در این قسمت هم میخونیم از آیه دو تا پنج اینجا که وقتی تو از آب‌های عمیق می‌کسارین این تفسیری رو من ورداشتم که بیشتر برای شما شاید روشنتر بشه مخصوصا کسانی که هنوز ایمان به عیسی مسیح ندارن گفتم که یه چیزی آسونی انتخاب کنم وقتی تو از آبهای عمیق میگذاری می‌گذاری، من ایمانوئل هستم من با تو خواهم بود اینجاست که میتونید ایمانوئل رو بذاری اینجا مشکلات بر تو چیزی نخواهد شد وقتی از میان آتش رد شوی نمیسوزی و سختی ها به تو صدمه نخواهند زد چون من خداوند خدای تو قدوس اسرائیل هستم که تو رو نجات می دهم برای آزادی تو مصر را فدا می کنم و برای نجات جان تو سبا و هبشه و تمام امتها را فدا خواهم کرد زیرا تو برای من عزیز هستی و چون تو رو دوست دارم و به تو افتخار می کنم ترس نترس من ایمانویل این وعده هست که خداوند میگه که هر جایی که هستی میتونی روی امانوئل همون اسمی که گفته و این خدا گفته یه انسان نگفته که امانوئل باشه اسمشو بذاریم یعنی این خدا زمانی که میگه که اسمش یعنی خدا با ما پس میتونی در همه زندگی خودتو روی اون امانوئل حساب کنین جاهای در جاهای دیگه هم همینطور گفته شده همینطور در اشعای نبی باب پنج و, پنج و اینجا اونجا هم یک سرودی داریم هر آلتی که ضد تو ساخته شود موفق نخواهد شد چون من خدای تو هستم من برای تو می جنگم ایمانویل که کنار ماست و ما رو هدایت میکنه در اشعای نبی باب هشت آیه ده اینجا خدا صحبت میکنه بر افرادی که دشمنهایی هستن نیروهای تاریکی هستن کارهایی که از شیطان میخواد نقشه هایی که درست کرده مشورت هایی میکنن چطور زندگی رو نابود کنن برای ما میدونیم که شیطان متنفر ماست چرا؟ چون ما شبیه خدا خلق شدیم و یک روز جلال خدا رو خواهیم داشت آمین دخش خدا رو خواهیم داشت با عیسی مسیح سلطنت خواهیم کرد این خاطر کار شیطان اینه که ما رو فرزندان خدا رو نابود کنه از بین ببره نقشه‌ای می‌کشیم. ما اینجا عیسی مسیح یا عتیق هنوز اینجا خدا میگه که نقشه‌های خود را بکشید. گرچه آنها باعث موفقیت شما نخواهند شد. بشینین کارم کارا را انجام بدید. موفق نخواهید شد. هر چه می‌خواهید حرف بزنید ولی همین و همه بیفایده هست چون ایمانوئل چون خدا با ماست. و توی ترجمه ابری که تو این عتیق نوشته اونجا ننوشته که چون خدا با ماست اونجا نوشته که هر چه حرف بخواید حرف بزنید ولی همین بیفایده هست ایمانویل اینطوری نوشته ما این اسم امانوئل رو شاید بیشتر و بیشتر باید دو زندگیمون قبول کنیم این ایمانویلی که امروز دو هزار سال پیش مولود شده به دنیا آمده خدا با ما من مطمئن هستم از امروز به بعد زمانی که این لغت امانوئل رو به زبان بیاری من فکر کنم خیلی بیشتر زمانی که باور بکنی خیلی بیشتر حس میکنین خدا با توست اشای نبی باب چلو پنج آیه 22 و همین طورم 46 باب 46 آیه 4 اینجا میگه ای تمامی مردم مردم جهان به سوی من باز بازگردید باز و نجات یابید من خدای تو هستم و تا زمانی که پیر شوی و موهای سفید شوند مراقب تو خواهم بود ایمانوئل که زمانی که کاری در زندگی شروع میکنه 20 سالم باشی 25 30 سالم باشی میگه که تا زمان پیری امانوئل کنار توست با توست موها سفید بشه یعنی به یه جایی به سنی برسی میگه که من تو رو تک نخواهم کرد این امانوئل که کنار ماست خدا با توست و هدایت میکنه شما رو من آفریدم و حملتون نیز خواهم کرد آری من شما رو حمل کرده رهایی خواهم داد چندتا تا هستند که توی فیسبوک هم اونجا گذاشته شده عیسی مسیح که اونجا میبینی که اونجا ایستاده و یک مردی هست یه پسری هست که اونجا اینطوری آویزونه عیسی مسیح شده نمیدونم دیدین یا نه و عیسی مسیح او رو ور می‌داره و عکس های دیگه هم هستن اینجا میبینی که تقریبا زندگی ما زندگی بشریتی که به خاطر گناه به خاطر برحال زندگی گناه دیگه میکنیم به افسردگی به بنبست میرسیم و اینجاست که خدا میاد اینجا عیسی می امانوئل میاد و میگه که من تو رو حمل میکنم الان ضعیف شدی میخوای بیفتی من تو رو حمل میکنم و اینجاست که برادر اشای نبی در عت عتیق اونجا صحبت میکنه میگه ای تمامی مردم مردم جهان به سوی من باز, گرد باز گردید و نجات یابید این مخصوصا برای افرادی که عیسی مسیح رو نمیشناسند یا در حال جستجو هستین اینجاست امروز هم عیسی مسیح با شما صحبت میکنه و میگه که ای تمام جهان ای ایرانی ها ها ای از کشورهای دیگه باز سمت من بیایید که نجات به دست بیاری من خدای تو هستم و تا زمانی که پیر شوی و موهایت سفید شود مراقب تو خواهم بود من تو رو حمل خواهم کرد کمک خواهم کرد و همینطور هم برحال نجات خواهم داد همین ایمانویل زمانی که ما الان کریسمس رو یا همینطور هم سال میلاد عیسی مسیح رو جشن میگیریم می باید اینطوری نگاه کنیم که ایمانویلی که دو هزار سال پیش به دنیا آمده ایمانویلی که خدایی که با ماست با توست متولد شده و این ایمانویلی که زمانی که ما او رو قبول می کنیم، عنوان خداوند ما اون ایمانویل میاد در قلب ما دیگه خدا با ما و در ماست و این چیزی بود که عیسی مسیح خودش زمانی که رفت به شاگردانش گفته که من شما رو یتیم نمیذارم بلکه من روح القدس رو بر شما میفرسم و او با شما و در شما خواهد بود همون ایمانوئل روح القدس که با ماست و کنار ماست و در ماست و ما رو روز به روز هدایت میکنه مخصوصا در این سال 2020 ما سمینارهایی داشتیم در مورد روح القدس روح القدس دوست من و روح القدس تسلی من هادی من و خیلی اسمایی بود که روح القدس داشت و همون الان به وسیله آمدن عیسی مسیح که ایمانوئل بود که روح القدس میتونست بیاد اگر، عیسی مسیح نی آمد در این دنیا هیچ موقع روی القدس قدوس نمیتونست بیاد به این خاطر همون ایمانوئل که امروز ما جشن گیریم، امروز هم به هم دیگه تبریک میگیم تبریک میگم میلاد مسیح تبریک میگم میلاد ایمانوئل که با توست که بتونیم با همدیگه این جشن رو تبریک بگیم یا ایمانوئل با توست تبریک میگم به تو تبریک میگم به خوشحال تو خوشحال تو که ایمانوئل اومده حال تو خدا با توست شاید بعد از جلسه بتونیم اینطوری هم دیگر رو چیز کنیم چی میگم تبریک بگیم ایمانوئل یعنی اعلام کنیم بعضی وقت هست که میلاد مسیح تبریک میگیم میلاد مسیح تبریک می مثل یه چیز میشه دیگه مثل یه تو دیواری این چه میشه هر چقدر با قلبمون میگیم فقط زمانی که میگیم که تبریک میگم ایمانوئل با توست یا تولد ایمانوئل رو تبریک میگم. میگم که با توست و این فکر میکنم خیلی چیزتره خیلی زنده تره امروز میتونیم تجربه کنیم و از این به بعد هم همینطور به این خاطر امروز که این جشن رو میگیریم عزیزان این ایمانویلی که ما جشن میگیریم که با توست میخواد با تو ملاقات داشته باشه میخواد با تو راه بره میخواد با تو زندگی کنه میخواد دوست تو باشه و تو رو در همه راه هدایت کنه اون خدا با توست که تو رو حمایت میکنه محافظت میکنه راهنمایی میکنه امروز هم که دوباره ایمانوئل رو جشن میگیریم که ایمانویل به دنیا آمده و متوجه شدیم که اون نجات دهنده هست که او آمده که ما رو از گناه های ما نجات بده این نجات دادنش باعث میشه که میتونم این ایمانویل رو شخصا تجربه کنم و به او زندگی کنم اون ایمانویلی که در همه قسمت هایی که حتی گناه می کنیم حتی شکست می حتی برال از راه می آییم بیرون و با کل شخصی های خودمون راههای خودمون هستیم یا میریم اونجاست که امانویل ما رو تک نمیکنه خدا با توست و خداست که تو رو در همه مشکلات حتی در جایی که قرار میگیری امامانئ که تو رو دوباره بلند بکنه و دوباره برمیگردونه به خانه خودش و همینطور این امانویلی که به دنیا آمده چون تو رو عاشقانه دوست داره چون مهم هستی و همینطور همین که اینجا ما خوندیم زیرا تو برای برای من عزیز هستی و چون تو رو دوست دارم به این خاطر من همه دشمنای خود داشت دشمنا رو از بین بردم که تو رو به حال باز خرید کنم از, از دست شیطان و این این که امروزم اینجاست و برای ما که ما ایماندار هستیم که دوباره خداوند دوباره یادآوری کنه که چون اسم من خدا با منه پس میتونم رو او حساب کنم من میدونم که خدای ما خدای دروغگو نیست زمانی که خدا میگه اسمش امانوئل خدا با توست پس میتونی حساب کنی زمانی که تو ایمان آوردی به عیسی مسیح او با توست هر جایی که قرار گرفتی دوباره خدا من میخواد از این ناامیدی که شما شاید اتفاق افتاده ناامید شدین نگران شدین و خدا میگه که هر جایی که قرار گرفتی هر مشکلی هست چون اسم من ایمانوئل خدا با تو من هستم روی من حساب میتونی بکنی من ضد تو نیستم من علیه تو نیستم بلکه من با تو هستم به این خاطر امروزم این ایمانوئل که الان افرادی هم که هنوز ایمان ندارم به عیسی مسیح دعوت میکنه دعوت میکنه میگه که من یعنی اجازه بده که من ایمانوئل تو باشم به طلب بخواه و من به تو خودم رو به تو مکاشفه میکنم برای تو باز میکنم بدون که من برای تو آمدم که گناه, تو رو،, گناه تو رو بیامرزم آمدم تو رو آزاد کنم که امانوئل تو باشم خدایی که با تو باشم این پیامی هست که امروز میخوایم همینطور نفقط جشن میگیریم بلکه میخواد خدا حتی در این جشنی که ما میگیریم دوباره به ما خدمت کنه که از این حال بیرون بیاره که بتونیم اونجا ملاقات های عالی با او داشته باشیم امروز این ایمانویل میخواد تو رو از این کبیرهای و از این صحرایی که در اونجا قرار گرفتی زندگی تو رو به بهشت اونجا تبدیل کنه به چشمه هایی برگرده بر بر از همون ایمانویل هم هست که از این تمام درد که اونجا قرار گرفتی او می‌خواد هدایت کنه به شادی از این شکست هایی که به دست آوردی زخمی شدی خداوند میخواد تو رو برگردونه ایمانویل به پیروزی از این ضعفی که الان قرار گرفتی احساس ضعف میکنی این ایمانوئل که تو باره به تو قدرت خواهد داد و تو رو بلند خواهد کرد و همینطورم هم گفتم که این ایمانوئل که به تو میتونه فقط و فقط امنیت بده هیچ کسی در این دنیا نمیتونه به تو امنیت بده این خدا با تو ایمانوئل که میتونه تو رو امنیت بده و همینطور هم میگفتم امانویل همون روح القدس که کنار ماست در ماست و میخواد ما رو هدایت کنه به این خاطر خیلی خوب میشه الان با هم دعا کنیم و کسانی که اینجا هستن و توی خونه های خودشون هستن که هنوز با این امانویل آشنا نشدن هنوز در حال جستجو و هستین این جشنی که امروز ما میگیریم این جشن یه فرصتی هست که اجازه بدین اون امانوئل خدای تو بشه وارد زندگی تو بشه به شرطی که واقعا بدونی که گناهکار هستی و احتیاج به نجات داری اون نه فقط نجات دهنده است بلکه همینطور خدایی هست که امانوئل خدا با توست آمین خوب میشه چشمان رو ببندیم اول دعا میکنم برای کسانی که هنوز ایسا رو نمیشناسن و در حال جستجو هستیم. همون پیامی که الان میشنوین وردارین امروز شاید خیلی زیاد دعا کردین خدا کجا هستی امروز خدا میخواد با تو صحبت کنه من دعای تو رو شنیدم و من نجات دهنده تو هستم ای تمامی مردم جهان به سوی من باز گردید و نجات یابید خدا من تشکر میکنیم برای که امروز هم که هر چقدر ما جشن میگیریم نام تو رو دو هزار سال پیش که متولد شدی خداوند تشکر میکنیم خداوند حتی ما جشن میگیریم تو شروع میکنیم به خدمت کردن چون خدای محبت هستی هایی تو خداوند بی انتهاست و دعا میکنم خداوند الان برای این عزیزانی که تو رو نمیشناسن خداوند باشه این دوربین یا این خداوند تلویزیون تو خونه های خودشون یا افرادی که اینجا هستن الان این دعا رو میکنم میتونی تکرار کنی. بگه ایسای مسیح طوری میخواین تکرار کنی که صدای خودتون من اینطور بشنوین ایسای مسیح اطراف میکنم من گناهکار هستم و یک روز باید جلوی تو داوری بشم و هیچ کسی نمیتونه گناه من رو ببخشه جز از تو و باور میکنم که تو آمدی در این دنیا متولد شدی همینطور که کلام میگه که و کلام انسان خاکی شد و در میان ما ساکن گردید و ما بر جلال او نگریستیم جلال در قرآن پسر یگانه که از جانب پدر آمده پر از فیض و راستی مرسی خداوند که میتونی بگی که چون منو دوست داری آمدی که منو نجات بدی باور میکنم که برای گناه ما مردی جریمه گناه من رو تو روی دوش خودت برداشتی چون من رو دوست داشتی امروز تصمیم میگیرم قلب خودم رو برای تو باز کنم من میخوام تو رو عنوان خداوند عنوان ایمانویل تو قلبم قبول کنم بیا گناه من رو ببخش ام تو از امروز به بعد خدای نجات دهنده من امانویل من باشی مرسی که دعای من رو شنیدی و من رو قبول کردی همینطور که هستم همین دعا رو خودت تو کن شاید بتونی با کلام خودت بگی و خدا من دعا میکنم برای ما که ایمان داریم به تو عیسی مسیح دعا میکنم خداوند الان نمیدونم خداوند در چه مشکلایی الان ما برادر خواهرای الان قرار گرفتن دا امیدی است ناامیدی و همینطورم سر در گومی خداوند کسانی که در از راه بیرون آمدند خداوند دعا میکنم عیسی امروز هم هر چقدر خداوند تولد تو رو جشن میگیریم خداوند تو خودت رو آشکار کن و کاشفه کن که ایمانوئل هستی خدا با منه علیه من نیست علیه من نمی جنگه بلکه خدا با منه بهترینشون نشون خدا من دعا میکنم کنم این مکاشفه رو بهش به تک تک این عزیزان ببخشی خداوند کسانی که در مشکل مالی هستن کسانی که خداوند حتی در این زمان قرنطینه احساس تنهایی می کنن خدا من. احساس دوری می خداوند دعا میکنم کنم خودت امانوئل، خودت و دست خودت رو نشون بدی خداوند قوم خودت رو قوی کن خداوند. خداوند و بتونن خداوند در همه زمانی که هم هستم واقعا نام تو رو که می میخونم بدونن که تو هستی در روال قدس تو این مکاشفه رو به این عزیزان ببخشی خداوند به همه ما ببخشی تشکر میکنیم که خداوند امروز هم هر چقدر ما آمدیم جشن بگیریم تو دوباره به ما خدمت کردی جلال رو به تو میدیم در نام تو عیسی مسیح آمین آمین فیض مسی با شما باشه